رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ما همراه هستند. خانم بحرینی، درباره هشداری که سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت سلامت حامد قره‌اغلانی داده، میشه بیشتر برامون توضیح بدید؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار این ارجن اکشن یا فراخوان اقدام فوری از شبکه فعالان خودش و همه انسان‌های دغدغه‌مند دعوت کرده که به مقامات ایرانی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران نامه‌های اعتراضی بفرستن و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی بشن و تا زمان آزادی از مقامات ایرانی درخواست کنند که دسترسی فوری او و مداوم او به مراقبت‌های پزشکی و داروهاش رو فراهم بکنن. حامد قره‌اغلانی، همونطور که شما اشاره کردین، از زمان دستگیریش در تیر ماه به داروهاش دسترسی نداشته، با وجود اینکه خانواده به طور مرتب این داروها رو به مقامات زندان تحویل داده. او در حال حاضر دچار سرگیجه‌های مکرر، سردرد، ضعف عضلانی و همینطور بیحالیه و زندان و در واقع پزشکان خارج از زندان متخصص که با خانواده آقای قره‌اغلانی در تماس هستن هشدار دادن که با توجه به این علائم تشنج‌های خطرناک او رو تهدید میکنه، تشنج‌هایی که میتونه به آسیب‌های برگشت ناپذیر و جدی از جمله آسیب مغزی منتهی بشه. مقامات زندان و پزشک بهداری زندان چندین بار اذعان کرده که تخصص لازم برای رسیدگی به وضعیت حامد قره‌اغلانی رو نداره، ولی هیچ اقدامی برای اعزام او به یک مرکز تخصصی خارج از زندان صورت نگرفته. این نقض بارز حق دسترسی به سلامتیه که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تضمین شده. به علاوه میتونه حتی نقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی هم باشه. خانم بحرینی، چه وضعیت خاصی باعث انتشار این بیانیه اختصاصی درباره این زندانی شده و آیا مشکل دارو و درمان برای دیگر زندانیان به طور عام و از جمله زندانیان سیاسی وجود نداره؟ اگر افراد به وبسایت عفو بین‌الملل و همینطور کانال تلگرام عفو بین‌الملل مراجعه کنند، می‌بینین که ما هر ساله برای زندانیان بسیاری در نقاط مختلف کشور فراخوان‌های اقدام فوری یا ارجن اکشن صادر می‌کنیم که در واقع علاوه بر بیانیه یک متن هستند برای ایجاد کمپین‌های حمایتی از زندانیانی که در معرض خطر هستند و نیاز به حمایت مردمی دارند برای حفظ حقوق شد. ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی یک رویه ادامه دار و بیرحمانه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و ما موارد بسیاری رو طی سال‌های گذشته مستند کردیم که مقامات با هدف مجازات زندانی، آزار مضاعف یا کسب اعترافات اجباری دسترسی به خدمات پزشکی رو از زندانی سلب کردند و در برخی موارد عفو بین‌الملل اعلام کرده که این رفتار بیرحمانه مصداق شکنجه بوده که یک جرم بین‌المللی تحت قوانین بین‌الملل. ممنونم از شما رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ما همراه بودید.